سلام دوستای گل، خوشگلای توی خونه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. با نام خدا شروع میکنیم و میریم. یکی از بهترین آهنگهای از بهترین موزیک ویدیوهای آقای فرهاد دریایی عزیز به اسم سرزمین من یا دیار نازنین من که من دیدم جای مختلف اسمای این دوتا اسم روش گذاشتن که یک موزیک ویدیو هست. میریم گوش کنیم و کلی کیف کنیم. لایک پدرسگو بزنید که بسیار به بنده کمک میکنه و دوستایی که سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید. دمتون گرم. آهنگ سرزمین من کمپو اسم سرزمین من هست. دیار نازنین من توی بعضی از جاها نوشته بود. کمپوز فرهاد دریا، شعر قهار آسی. آهنگ حماسی، اصلا کاملا مشخص حماسی که یعنی اون حس صلابت و اینها توشه و این جایی هم که وایساده نمیدونم کجاست، احتمالا یک قصریه که تخریب شده دیگه، به خرابه تبدیل شده، در واقع یک مکان باستانیه به نظر. ببین چی میشه. خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار بریم بزنیم عقب. دیار نازنین من، دیار نازنین من. زبونم بند اومده آجی، پرام ریغ. اوف، حالا فهمیدم چرا انقدر پیشنهاد میدادین اینو گوش کنیم. بازم میزنم عقب. دیار نازنین من، دیار نازنین من، خیال من یقین من، جناب کفر و دین من. وای آجی، من نمیتونم پشت همین رو هیگوش، چقدر قشنگه وقتی که این همه زیبایی شنوایی رو هی تو گوشم میکنم، یک استراحتی نیاز داره مغزم. یکی از بهترین آهنگاش، شاید بگم بهترین آهنگیه که من تا حالا ازش شنیدم و خیلی موزیکای حماسی و اینجوری ملی و خیلی درخشان اجرا میکنه فرهاد دریایی عزیز. چند تا از کامنتاتون رو نوشتم راجع به آقای فرهاد دریا که میخونم. آقا یا خانم آلفا نمیدونم نوشتن که حدود 20 یا 25 سال پیش وقتی که آهنگهای فرهاد دریا رو میدیدم، با اینکه بچه بودم همیشه دوست داشتم اکتی را که داشت، اون حرکاتی که روی صحنه داره یا توی موزیک ویدیو داره، اکتی را که داشت دوست داشتم، از باقی خواننده ها متفاوت بود. خواننده های دیگه نشسته یا ایستاده و بدون حرکت میخواندند. اینم هست، این خیلی عجیبه. آهنگای قدیمی و حالا اونایی که ایرانی مثلا موزیکای ایرانی رو گوش میدن هست، مثلا آهنگ قدیمی رو میبینی خواننده اینجوری وایساده این چوب خشک داره میخونه، میدونی؟ خب اون آدم ارتباط نمیگیره باش دیگه، زیاد از لحاظ احساسی آدم ارتباط نمیگیره و هرچی که این حرکات مثلا طبیعی تر باشه، واقعی باشه، از دل آدم در بیاد، مثل فرهاد دریا آدم بیشتر احساس ارتباط احساسی باش میگیره. نوشته که ایستاده و بدون حرکت میخواندند ولی فرهاد متفاوت بود. شما هم این را اشاره کردید و در ضمن سابسکرایب شدید. یو سابسکرایب، یه شعار باید درست کنم تو ویدیو بدم تا بچه‌ای که سابسکرایب نمی‌کنه سابسکرایب کنه. دمتون گرم آقا. و آره دیگه، همینه، من توی چند تا از ویدیوهام گفتم که بهترین اکتو داره فرهاد دریا. جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار
نازنین من. تمام موا بدنم سیخ شده. موسیقی به این میگن. ببین چقدر قشنگه، چه حسی و آدم منتقل میکنه. اینا هر کی که گوش بده احساسی نشه اون آدم نیست. اصلا این باید سرود ملی باشه این آهنگ. چقدر زیبا. سلام عقب. دیار نازنین من. حس صلابت رو میبینید توی موسیقی به خاطر استفاده از اون ساز بادی و به خاطر این ضرب‌های محکم و پشت سر همیه که میشنویم. ملودی فوق‌العاده. ای خداوند چقدر حرف زدم. زدم عقب. ببخشید من نگاه نکردم ویدیو رو، دوباره زدم عقب. مردم عادی داره نمایش میده دیگه، اون زندگی و اون چیزای روزمره‌ای که هست دیگه فکر میکنم. گاه کمر غلام شاه چی آفتاب و آتشه، قیامت قیام شاه چی مردمان سرکشه. متوجه نشدم متاسفانه، میزنم عقب. چه مردمان سرکشی؟ قیامت قیام شان چه مردمان سرکشه، قیامت قیام شان چه مردمان سرکشی. اشاره به یه قیامی داره فکر میکنم. اوکی. شهادت و مراد را بگوش سنگ سنگ خود چه سخت مرم زند بلوی سرزمین من. یه چی بگم در وصف این آهنگ، اصلا نمیشه صحبت کرد. یه آواهای اون زیر آهنگ میشنوید، آه یه همچین چیزیه، به این احساس حماسی بودنش اضافه کرده. صدم عقب. میزنم عقب تر اصلا. میزنم بلوی سرزمین من، بلوی سرزمین من. موسیقی رو ببین، اصلا نمیشه مقایسه کرد با آهنگای امروزی. لول اینجاست، مثلا اصلا اکال زد بیرون. اگه این آهنگو اینجا در نظر بگیریم، آهنگایی حالا نمیگم اکثر آهنگای امروزی، به هر حال فرهاد دریا و اساتید زیادی داریم که این روزا میخونن، ولی اگه این آهنگ اینجا باشه بقیه اینجا هن. اصلا قابل مقایسه نیست. میزنم عقب. سربای محکم میشه، اصلا صلابت میده به آدم، میدونی؟ یک حس غروری منتقل میشه. آهنگ و حتی موسیقی رو تنها گوش بدی میدونه آدم مثلا یک آهنگ ملیه، انقدر موسیقی زنده است و آدم رو به حرکت وامی داره. آرش کمانگی رو میگه، درسته؟ به خانه خانه رستمی، به خانه خانه آرشی. شاید میگه توی خونه ها این قهرمان ها هستند، احتمالا توی هر خونه ای هست.
برای روز امتحان دلاوره کمان کشه برای روز اتحاد یا انتقام بزنم عقب برای روز امتحان انتقام میگه به نظرم دلاوره کمان کشه چی سرفراز ملته چی سربلند مردمه خاک راهشان بود شرافت جبین من اصلا من نمیتونم نگه دارم موسیقی نمیتونم پاز بزنم این آهنگو یکی دیگه از کامنتاتون رو میخونم چند تا خوندم یه دونه خوندم آجی ترکینم مغزم نیاز به یک تایمی دارم تجزیه تحلیل کنم بکم آروم شه میدونین یک انرژی به منتقل کرده باید برم یه ساعت بدوم الان بیرون. خب آقای مهدی طیبی نوشته که زیر یکی از آهنگای حماسی فرهاد دریایی کامنتی گذاشته بودن که نوشته نمیدانیم که چقدر حالمان گرفت و چقدر اشکهایمان ریخت کسانی که در حقشان جفاها شد. نمیدانیم حالشان چگونه است و خانواده هایشان کجا هستند. امیدوارم که حالشان خوش باشد. و یک شعری نوشته بود که جالب بود. براتون میخونم. الا ای زندگی یک عمر را با ما بدهکاری. ندادی لحظه ای حتی به جز درد و گرفتاری. خدایا دوزخت را دیده ایم. لطف عیانی کن. کمی از بوی جنت هم تو بر ما مهربانی کن. خیلی قشنگ بود. مردمه که خاک راهشان بود شرافت جبین من سربلند مردمی زنده باد مردمی مردم کشور رو داره میگه که شرافتشان بود مردم شریفی باشن بزن اقل شرافت جبین من شرافت جبین جبین میشه پیشانی درسته؟ جبین نوشته یک سوی پیشانی بیا ببینیم بابا آه. یک سوی پیشانی شقیقه و اینها آره دیگه حالا معنیش اینجا احتمالا استعاره‌ای داره بیان میکنه شرافت جبین من شرافت جبین من یاد من یقین من عکتشو آخه میبینید میبینید چه موسیقی چه آهنگ چه ویدئوی درخشانیه واقعا فکر میکنم این جایی که فیلم برداری کرده یکی از قصرهایی باید باشه احتمالاً و یکی از جاهای پرشکوهی باید باشه که توی افغانستان بوده جز آثار باستانی بوده به نظرم و تخریبم شده انگار جبین من شرافت توی همچین آهنگ های شرافت جبین من میبینی وصل میکنه که اون نمیذاره قطع بشه کلام منظورم اینه ملودیکش میکنه در واقع و توی آهنگ های حماسی توی همچین آهنگ های کمتر میشنویم این مدل خوندن و یک مدل خاصیه به نظرم اکثرا این آهنگ ها خواننده منقطع میخونه دم 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 اینجوری میخونن معمولا تا یک مدل خیلی خاص و خیلی زیبا رو داریم میشنویم واقعا یاد من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازمین من بهشت هفتمین من چه صفت قشنگی برای وطن بهشت هفتمین من دیار نازنین من این موزیک رو میذارم تو گوشیم و هر روز فکر میکنم گوشش بدم مخصوصا صبح آدم یه
انرژی رو به آدم منتقل میکنه، 10 تا انرژیزا بخوری اینجوری نمیشه آدم، یه حسی رو به آدم منتقل میکنه اصلا نمیشه نشست سر جا، میدونی باید آدم بره یه ساعت مثلا وزنه بزنه تو باشگاه، انقدر انرژی به آدم میده. تصویر قشنگی، پرچم رو کوبیدن، عبارتی پرچم رو برافراشتن، پرچم افغانستان رو، و لعنت به اون ناصرالدین شاه بیشرف پست. تو زمان ناصرالدین شاه آخرین قسمتی که از ایران جدا میشه هرات بوده دیگه، و کار این انگلیس بیشرف بوده، باعث جدا شدن افغانستان از ایران میشن و به دنبالش باعث مشکلات داخلی توی افغانستان میشن، و خیلی مسائلی هست که آدم اگه بره مثلا گذشته رو ببینه میدونه که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی داره میفته و باعث بانی این مشکلات کیه. ویدیو دایرکتورش کی بود؟ ویدیو دایرکتور ساوانت و امارجیت، فکر میکنم که ویدیو شد ویدیو چه میدونم چی میگن، کارگردانش احتمالا خارجی بودن، اسما به اسمای فارسی نمیخوره. پرودیوسر رزاق بلوچ و ویژن انلیمیتد. اوکی بهترین آهنگی بود، بهترین اگه نگم یکی از بهترین ها بود که تا الان گوش کردیم. آهنگ تاثیر هنر اینه دیگه آقا، هنر هم موسیقیش بود هم شعرش بود، میکس اینها با هم بود، صدای درخشان فرهاد دریای عزیز، ویدئویی که به اون احساسی بودن آهنگ و به انتقال حس آهنگ با اکت فرهاد دریا خیلی کمک میکنه، و همه چی چفت و قشنگ. زنده باد به این هنرمندای توانا و به این کارهای درخشانی که انجام دادن. دمتون گرم بابت پیشنهاد قشنگتون. لایک پدرسگ رو بزنید، پدرشو در بیارید، و بچه که سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو بال دیگه، خدافظ بچه‌ها.